بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز افغانهای مقیم در ونکوور بی سی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این جانب سید ابراهیم سادات مسئول کمیته نظارت بر انتخابات اطلاعیه کمیته نظارت بر انتخابات اتحادیه افغان کانادایی را خدمت شما ابلاغ می دارم اعضای محترم اتحادیه افغان کانادایی بی سی جلسه عمومی اتحادیه افغان کانادایی در روشنایی هدایت اساسنامه و طرز العمل کمیته نظارت بر انتخابات ساعت 2 بعد از ظهر به روز یک شنبه تاریخ 15 ماه دسامبر سال روان 2019 دایر می‌گردد محل دقیق برگزاری جلسه عمومی سالانه بعداً به اطلاع همه اعضای محترم رسانیده می شود. در این جلسه رئیس و اعضای هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله از جانب اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. آن عده از اعضای محترمی که دارای موقف خوب در اتحادیه بوده واجد شرایط بر اساس طرز العمل کمیته نظارت بر انتخابات باشند می توانند خود را به ریاست اتحادیه کاندید نمایند. کاندیدان محترم می توانند نامهایشان را با اسناد مورد ضرورت به ریاست کمیته نظارت بر انتخابات الا تاریخ 15 نوامبر سال روان تسلیم نمایند. اعضای محترم که علاقمندی به عضویت هیئت مدیره اتحادیه داشته باشند نیز می توانند نامهایشان را با اسناد مورد ضرورت به ریاست کمیته نظارت بر انتخابات الا تاریخ 15 نوامبر سال روان تسلیم نمایند. به اساس مواد مندرج اساسنامه تمام اعضای محترم که در سال 2018 به اتحادیه حق العضویت های 2019 شان را الا ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه 29 نوامبر به مسئولین تعیین شده اتحادیه داده باشند و رسید اخذ کرده باشند شامل لیست رایدهی شده و حق رای و انتخاب را دارند. برای معلومات بیشتر با شماره های
604 368 34 85 604 537 60 28 778 386 24 84 به تماس شده می توانید و یا به این ایمیل آدرس isjalal_isjalal@yahoo.com. در اخیر یک تشکری خاص از تلویزیون کاروان بخصوص از همکار همیشگی ما حبیب جان میکنیم. جهان سپاس و من الله توفیق و سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خانمان و آقایان، امروز گردمایی ما و شما به خاطر خوش آمدید و جناب جلال مآب سفیر کبیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به شهر زیبای ونکوور و به ایتالیه تشریف آوردن که ما برشان خوش آمدید میگیم. قدم رنجا کردن، لطف کردن. فقط امروز میخواییم یک پس منظر یا فعالیت های از ایتالیه را به شرط بسیار مختصر و فشرده خدمتشان تقدیم کنیم. بعد از او جنابشان صحبت خواهد داشتن. قبل از صحبتشان از دوستان خواهش میکنیم که خود معرفی بکنن و کارهایی که در ونکوور انجام میتن به سمع جناب جلال مآب سفیر صاحب برسانن. اتحادیه افغانهای بی سی در سال 1990 و اثر پیشنهاد ایده ای از هموطنان عزیزی که میخواستن فرنگ، انانات و مسائل علوم دینی را در شهر ونکوور زنده نگه دارن آغاز یافت و ما در طول 30 سال و چند کوشیدیم که مسائل علوم دینی و مسائل زبان فارسی و همچنان فرنگ و انانات افغانستان برای مردم کانادا نشان بدیم که فرنگ ما چی است. به این لحاظ مکتب تأسیس کردیم به نام مکتب سید جمال الدین افغان که در اون مضامین السنه ملی و علوم دینی تدریس میشه که همش والینتر و بدون ماهاش است که معلم صاحبان با زحمات خستگی ناپذیر از مدت چندین سال دانستن که در این مکتب باز نگاه بدارن. بخاطر عبادات و مناسک دینی و ادای نماز در شهر سوری تعدیدیم که افغانای عزیز از او استفاده میکنن. محافل سال نو، روز عیدین، نماز عید و شبای ادبی اتحادیه برگزار میکنه که زیاد هموطنان عزیز در او اشتراک میکنن و ازش پشتیبانی دارن. این اتحادیه والینتر می باشه و هیچ کدام پول و یا کمک از طرف دولت فدرال یا از طرف دولت پروینس نمیشه و تمام مصارف اتحادیه از اقلوزیت $5 فی مای اعضای اتحادیه تامین میشه و همچنان بعض اوقات ما نه تنها خدمات را در شهر ونکوور انجام میتیم بلکه کوشش میکنیم که ارتباطات خود با وطن هم داشته باشیم و روحن ما در اینجا زندگی میکنیم جسمن، ولی روحن روی ما به فکر وطن و وطندارا هست. اگرچه قدره از بر است که کمک های برای یتیما یا بیوزنان انجام میتیم، کانسرت های را برام اندازیم و از دوستا دونیشن های میگیریم، کمک های حیانه میگیریم و به افغانستان روان میکنیم که در یه آخر سال گذشته یک مقدار پول
به آقای بشر دوست فرستادیم که برای اطفال یتیم و بیوزنان تقسیم کنند. این فعالیت های اتحادیه ما است و ما در اخیر نمیخوایم زیاد وقت شما را بگیرم. بسیار زیاد خوشحال هستم از جنرال قصدگری جمهوری اسلامی افغانستان در شهر ونکوور که اینا بسیار به شکل بی‌سابقه همکاری های را با کمیته در پیش گرفتن و تمام افغان ها از رفتار و کردار جناب آقای وعدت بسیار خوش هستند و همیشه وقتی که پروگرام ها را گرفتیم اشتراک کردن و ما هم در پروگرام هایی که ایشان گرفتن اشتراک کردیم. و همین معلوز از طرف اتحادیه افغان های بی سی ما یک روی تقدیر دارم به جناب آقای وعدت که خدمتشان تقدیم میکنم و آقای احمدیار میخواه که یک نام شکل سفر و اتاکت احمدیار میخواه که یک میخوایم که به شما بگویم نام اولش نمیخوام سالم لکن وعدت است. این وعدت از روزی که آمده از شب اول فکر میکنم مرا یه تاریه بودم که محفلی ها بود با یا صحبت کردم. از امو زمان این وعدت من زیر تعقیب داشتم و در هر محفل و در هر مجلس من اموچی شخصیت و اهلیت از این دریقه شدیم که چقدر قنصول جنرال قنصول افغانستان است. این کاغه دفعه همبل یه تو پایین یه تو چی در هر جای بخیر. چندین دفعه یعنی ما آخرین دفعه ای بود که با یک چی رفت محفل به رفتیون با مسلا آمدم پارکینگ موتر یا استاد کرده از موتر پایی پیشد خیریت هست. و یعنی بسیار چی شده می آگه آدم دیپلومات یک جنرال کنسول به این اندازه در حقیقت مهربان باشه با کلگی با همین شهروندان به حساب در شهر وانکوور که هستن. من راتب جان گفتم که این می وقتی تقدیم میشه من یک آدمی که من هیچ کدام مکلفیت به اتحادیه ندارم یک عضو هستم. من گفتم باید به جناب سفیر صاحب معرفی کنم که این تو اشخاص قابل افتخار هستن، راستی افتخار هستن و واقعیتش افتخار هستن. بزرگتون باشه. بسیار تشکر جناب رئیس صاحب. من با استفاده از این فرصت به وعدت صاحب همکار بسیار خوب متبریک میدم. واقعا یک از همکارای بسیار پرتوان پرتلاششون متحد و متحد وزارت خارجه هستن. در برای تیم کاریشون رقبت صاحب و رئیس صاحب اینا در خدمت هموطن ها قرار دارن. استدیوی فیلم برداری و عکاسی کاروان، استدیوی عکاسی و فیلم برداری کاروان خدمات عرفه‌ای فیلم برداری و عکس برداری را به صورت آنالوگ و دیجیتال منطبق با سیستم های پیشرفته دنیا با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه می نماید. عکس و فیلم عروسی مهمترین خاطرات هست که از مراسم عروسی شما به جا میماند. اما برای این لحظات پرخاطره تصویربردار میتواند خاطرات شما را در ذهنتان نگه دارد. هرگاه فراموش کردید و یا رنجیده خاطر شدید با تماشای عکس ها و فیلم عروسیتان انرژی دوباره بگیرید. انتخاب عکاس و فیلم بردار حرفه‌ای مراسم که قرار است لحظات زیبای شما را ثبت کند یک از مهمترین کارهای برگزاری مراسم عروسی شماست. شما می توانید این کار اساس را به ما بسپارید تا در شب عروسی و محافل خوشی خود ثبت هیچ لحظه مهم را از دست ندهید. برای معلومات بیشتر به شماره 604-710-6662 با حبیب حبیبزاده در تماس شوید. کاروان استدیو، انتخاب من و تو.
خوش هستم، باعث افتخار است که در جمع شما قرار دارم امروز. همین نفس همین مسئله که شما لطف کردین عصر یک شنبه اختصاص دادین به این برنامه نشان از نمو تعهد و عزم جدی بر کار به افغانستان و نشان از احساس تعلق شما به افغانستان است. و این بسیار جای خوشی است، جای افتخار است برای ما. بسیار تشکر از جناب رئیس و جناب وحدت صاحب که زمینه را فراهم کردیم. بسیار باعث افتخار است برای ما وحدت صاحب احادیث در فرانتو و دیگر همکارا که ما وظیفه بسیار مهم نمایندگی از افغانستان در کانادا را بر عهده داریم. برای ما کانادا نه تنها یکی از کشورهای بسیار مهم کمک کننده به افغانستان است، بلکه یکی از کشورهای رهبری کننده در سطح جهانی در عرصه ترویج ارزش‌های جهانی مثل دموکراسی و بشر، حاکمیت قانون و همچنین یکی از کشورهای بسیار نمونه در عرصه مدیریت تنوع فرهنگی است. کانادا همچنین یکی از کشورهای صاحب تجربه در بسیار از عرصه‌های انکشافی و همچنین در عرصه صاحب پتانسیل عظیم در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری است. و هدف مشترک ما هم در هر سه نمایندگی در اتاوا، در ونکوور و در تورنتو است که از این پتانسیل عظیم و از این ظرفیت موجود نهایت استفاده را بکنیم. به همین اساس هم در این چند ماه گذشته با مشوره همکارای ونکوور و تورنتو و همچنین همکار ما در اتاوا و همچنین بزرگوارهایی که در کابل تشریف دارن، ما سر طرح یک پلان سه ساله کار کردیم که شامل عرصه‌های بسیار مهمی مثل مشارکت استراتژیک، همکاری انکشافی، تجارت و سرمایه گذاری، دیپلماسی فرهنگی، روابط عامه، توانمندسازی اقتصادی بانوان و مهمتر از همه کار با هموطنان عزیز مقیم کانادا است. ما مطمئناً نقش ما مهم است، اما در نهایت نقش ما نقش تسهیل کننده است. با وقتی میتونیم در اجرای در تبیین و اجرای برنامه سه ساله موفق باشیم که صدای مشترک داشته باشیم با شما، مطمئناً مشوره شما، تجربه شما و منابعی که در اختیار کمیونیتی افغان ما در کانادا قرار داره میتونه مومد باقی بشه و میتونه بسیار مؤثر باشه، نه تنها در اجرای برنامه بلکه در رساندن صدای مشترک امور روایت افغانی از اوضاع افغانستان. به خاطر که یکی از مشکلاتی که در این سالهای اخیر در فکر کنم در بیرون از افغانستان وجود داشته سوء برداشت هایی است که نسبت به افغانستان است، نسبت به آینده افغانستان. بسیاری ها از دید فضای عدم اطمینان به آینده افغانستان نگاه میکنند به افغانستان و این باعث شده که دستاوردهایی که ما داشتیم در عرصه‌های مختلفی تحت شعاع قرار بگیره یا کمتر دیده بشه. یکی از اهداف ما این است که از تمام ابزارهای موجود و از تمام ابزارهای ممکن از جمله دیپلماسی فرهنگی، روابط عامه، منابعی که در اختیار هموطنان مقیم ماست ما استفاده بکنیم و این میس پرسپشن ها را اصلاح بکنیم. و این کار مطمئناً عملی است و شدنی است به شرطی که ما صدای مشترک داشته باشیم، برنامه مشترک داشته باشیم و پیگیری مشترک داشته باشیم. و از طرف خود من و همکارای خود در اتاوا و ونکوور و تورنتو به شما اطمینان میدم که ما نهایت تلاش خود به خرج بدیم که روایتگر درست وضعیت افغانستان باشیم و در این راه ما میخوایم که همکاری شما هم داشته باشیم، سر همکاری تک تک شما ما حساب میکنیم. با استفاده از این فرصت از جناب رحیمی صاحب با تمام شما ابراز امتنان میکنم که با وجود مصروفیت هایی که در کانادا است من درک میکنم ماهیت زندگی در کانادا و مصروفیت های فامیلی اینا، با این وجود شما این فعالیت هایی که برشم بردین پیشتر من فکر کنم قابل ستایش است. فعالیت های مرتبط با موضوعات خیریه، موضوعات مرتبط با معارف و سایر فعالیت های فرهنگی که به هر حال هر کدوم از اینا بنای بسیار با ارزش است. از دیدی که شما خود می تحرک موجود در حمایت از افغانستان است در بین کمیونیتی افغانای ما حفظ کردیم در حوزه ونکوور، من شما بسیار ابراز امتنان میکنم و همیشه با استفاده از فرصت به وحدت سفم کار بسیار خوب ما تبریک میکنم. بسیار خوش هستم که ایتو یک برداشت بسیار خوب و مثبت از جناب وحدت به تیم کاریشان در ونکوور وجود داره. مطمئنا با موجودیت همکارای مثل وحدت صاحب و همکارای دیگه شون رغبت صاحب و دیگه همکارا ما یک بازوی بسیار قوی در این حوزه کاری کانادا داریم و امروز موجودیت این نهاد شما می فکر کنم که یک مایه یک قوت قلب دیگه برای ما شد و این نویده میده که ما بتونیم انشالله مشترکاً در آینده
مجری طرح‌ها و برنامه‌های بسیار موثر باشیم در حمایت از افغانستان و در حمایت از گسترش روابط و همکاری دو جانبه بین افغانستان و کانادا ان شاء الله. و بیشتر از این وقت شما نمیگیرم، نخواستم که زیاد صحبت طولانی بشه، چون می‌خواستم که امروز صحبت ما شما خودمانی‌تر و غیر رسمی‌تر باشه که بیشتر بشنویم از شما و از مشاوره شما بزرگوار استفاده کنیم و ان شاء الله اولین و آخرین البته دیدار نخواهد بود از طریق جناب عدد سه و همکارایشان و در سفرهای بعدی در فرصت‌های بعدی ان شاء الله بیشتر میشینیم صحبت میکنیم و بسیار خوش بشیم که ما میزبان شما در اتاوا باشیم در برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف. بسیار تشکر یک جناب بازم بسیار لطف کردید شما، مهربانی کنید لطف کنید در زمین مهربانی کنید سوال. Milestones are never too small to be forgotten. Birthdays, weddings, engagements, baby showers, and each event precious to you is precious to us. The most special moments in your life are only kept memorable with the best quality film and photography. Here at Caravan Studios, we have an experienced team of cameramen and photographers with the top of the line advanced technology and equipment in the Vancouver Lower Mainland. Caravan Studio has found its place in the film and television industry in recent years to become a professional service and one of the finest wedding photography and videography studios. Our team members are skilled professionals who know the preciousness and value of every single moment of weddings and other important ceremonies. We understand the importance of each precious moment, and we will be there to capture all at your special occasion. To book an appointment or to get further information, contact Habib Zeta at 604-710-6662. Choose the best. Choose Caravan Studio. استاد بفرمایید. نام عبدالرب است، ریاس شناف مدیویز. اولتر من از آقای سالم وحدت تبریک دارتان میگم. آرزو میکنم که مختصر بیوگرافی سفیر صاحب دولت جمهوری افغانستان به نام حسن سروش است. من تقریبا در حدود 18 سال از وزارت امور خارجه هستم. از روزهای اول اداره موقت افتخار پیوستن به وزارت خارجه رو داشتیم. افتخار میکنم که در 18 سال بخش از امی کاروان امی نسلی بودیم که به هر حال بعد از دوره طالبان در سکتورهای مختلف کار کردیم. یک دیدگاه مشترک به وجود آمد، تلاش‌های مشترک داشتیم و خوشبختانه بعد از 18 سال دستاوردهای بسیار خوبی هم داریم. من در سمت‌های مختلف کار کردم، از جمله بیس مسئول بخش اقتصادی و سیاسی سفارت ما در ژاپن، بیس مستشار در سفارت ما در واشنگتن، همچنین بیس سرپرست سفارت نمایندگی ما در ویانا و این چهارمین پست دیپلماتیکم است. در وزارت خارجه هم سمت‌های مختلف داشتم، از جمله بیس سرپرست ریاست حقوق بشر کار کردم، مدیر همکاری منطقه بودم چند مدت، همچنین در یک دوره معاون ریاست همکاری اقتصادی بودم و آخرین سمتی که من قبل از آمدن به کانادا داشتم رئیس عمومی همکاری اقتصادی وزارت خارجه بودم که ما با تمام مسائل مرتبط با همکاری های منطقه‌ای، همکاری های انکشافی بین المللی، تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری ما سر کار داشتیم و جمله در یک مدت ما مسئولیت سکرتریت ریکار هم به عهده داشتم. کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای راجع به افغانستان که حتماً نام آشناس برای بیشتر بزرگوارا. ما دیگه من همیشه میگم که ما نسلی هستیم که خود ما بخش از دستاورد هم 18 سال هستیم، یعنی در همین دوره 18 سال رشد کردیم، آموختیم، نه تنها در وزارت خارجه، در داخل حکومت، در تعامل با جامعه مدنی، در تعامل با هموطنان ما در بیرون، در این چند دوره افتخار ماموریت دیپلماتیک داشتیم و شخصا هم بسیار امیدوار هستم به آینده افغانستان. به خاطر ما وقت تمام همی دستاوردها و تلاشها و دیدگاه مشترکی که داریم ایره کنار هم میگذاریم. دیگه مسائل که هست فعلا اگه امکان داره فضای تا حدودی عدم اعتماد نسبت با آینده وجود داشته باشه، یا ای که در بعض از سکتورها ما با بعض از چالش ها مواجه باشیم، یا ای که فضای منطقه‌ای مساعد نباشه برای حمایت از افغانستان،
با تمام این چالش ها من شخصا به آینده افغانستان بسیار امیدوار هستم و مطمئنا دهه آینده اینه که از 2020 شروع میشه تا 2030 مطمئنا یکی از پردستاورترین دهه ها برای افغانستان خواهد افتخار است و جناب شان من میفهم که ماستری در رشته من ماستری خود در رشته مطالعات انکشافی از اینستیتوت مطالعات پالیسی ژاپن گرفتم و در این حال تحقیقات انفرادی و همچنین مشترک راجع به موضوعات همکاری انکشافی و همکاری منطقه‌ای داشته ایدار بسیار چیزی که سوالا را من مطرح بکنم لطف کردین گفتن کنونی صحبت بکنم یعنی چقدر وظیفه خانگی تان شما انجام دادین البته که رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان وظیفه داد که هر سفیر مکلفیت دارد برای جنگوزه بازاریابی بکنن و اینجا این سوال از شما و آقای وحدت و نجیبیان هم که بسیار یک عضو فعال و تیم کاری شماست که شما انجام دادیم یا ندادیم یک ولی بسیار افتخار میکنم و خوشبخت هستم که مثل شما جناب سفیر صاحب یک دیپلمات کارکشته 18 سال تجربه کاری در سمت‌های مختلف چه در داخل و چه در بیرون شما عهده‌دار بودید و این خودش میرسانه که شما از هیچ دسته و تیم و کدام تکت معرفی نشدید در وزارت خارجه افتخاره. سوال من اینست که شما باعث یک شخصیت دیپلمات انواز کنونی افغانستان بخصوص در قبال سیاست خارجی چه قسم ارزیابی میکنید؟ اشخاص و شخصیت های سیاسی بدون در نظر داشت موقف حکومت اینها روابط برقرار میکنن با ممالک خارجی آیا خودش ضعف سیاست خارجی قلمداد شده نمیتونه؟ من مثال میتونم بدم آقای کرزی همیشه به درست است اگزاین بوده، درست است رئیس جمهور بوده ولی چطور شده میتونه که اونا به مسکو و چین و هند و تمام ممالک سفر میکنه و تعیین سیاست خارجی افغانستان و مثل از این شخصیت های جاری اعلان میکنه یعنی این عمدتاً سوال معنی است که این باعث تضعیف سیاست خارجی در منطقه در قبال ممالک همسایه و به صورت کل ممالک ایران نمیشه تشکر اجازه بتونیم با سلام مجدد دوباره از طرف تمام کمیته زنهای ایتالیا افغانان آمدن شما را به شفاوری شما را خوش آمده بگویم و جای بسیار افتخار است که امروز ما شما را داریم ما فکر میکنم همه تا نشست ها باعث وحدت و همدلی و همبستگی ما شما میشه و همچنان دوستات گفتی داده بر آقای وحدت من نمیخوام که چی گفت است ولی من میخوایم بگویم که واقعا از نامشان معلوم میشه که وحدت ما دیدیم که وحدت داره آدم بسیار فعال آدم بسیار فروتن و میخوایم که بگویم که زنای خوارای ما که در کمیته زنای اتحادیه افغان ها هستن از اینجا پیش روی شما و تمام دوستا از شان یک تشکر خاص میکنم که واقعا یک خانمای بسیار پرکار فهمیده و پرتلاش هستن واقعا اتحاد هم بستگیر در بین کمیونیتی بسیار افس کردن و یکانا آرزوی میسته که همه ما دست به دست هم بتیم یک اتحاد و یک دلی داشته باشیم تا بتانیم پیش بریم اگر ما اما تا که دوستای مصباح شاید سوال کنم که وضع افغانستان چطور است تا که ما یک دل و یک زبان و متحد نشیم هیچ کار نمیتونیم انجام بدیم با امید از اینکه یک دل و همبستگی ما روز به روز زیادتر شود یک دلی ما و ما بتانیم که کمیونیتی خود را حمایت بکنیم ما بتانیم کسایی که در افغانستان کار میکنه اونا هم بتانن کار خود را پیش ببرن وقتا نمیگیرم از همه شما تشکر میکنم و می دعا
و می خواهیم خداوند یک رحم خدا کنه و همه ما و شما را از این مشکلات خلاص کنه. وطن نازنین ما را پس همون تو آزاد و گلزار بسازه تا هر کدام ما اینجا مهاجر هستیم بوی وطن، یاد وطن ما رو زیاد رنج میده. تشکر از شما. تشکر خواهیم. خوش شد یکی از اون مندهای بسیار موفق ما خانم نسیم جوانزاده، یکی از فعالین کمیونیتی ما و خانم کمیشه در کنار تادیا بودن و خود میرزا جان پیش ما بسار خود کلام شده صفت دختر و فامیل داره و ازش نمیشه که خواستیم کمک های برای تادیا بکنن ناظر بودن که سم بگیرن. از دیتان تشکر میکنیم. Milestones are never too small to be forgotten. Birthdays, weddings, engagements, baby showers, and each event precious to you is precious to us. The most special moments in your life are only kept memorable with the best quality film and photography. Here at Caravan Studios, we have an experienced team of cameramen and photographers with the top of the line advanced technology and equipment in the Vancouver Lower Mainland. Caravan Studio has found its place in the film and television industry in recent years to become a professional service and one of the finest wedding photography and videography studios. Our team members are skilled professionals who know the preciousness and value of every single moment of weddings and other important ceremonies. We understand the importance of each precious moment, and we will be there to capture all at your special occasion. To book an appointment or to get further information, contact Habib Zeta at 604-710-6662. Choose the best. Choose Caravan Studio. من بسیار مختصر میخوام چون دوستا روز مصروف همان تفکیل است به ارتباط موضوعات مرتبط با تجارت سرمایه‌گذاری چون دو سوال شد. من فکر کنم که یکی از بسیار موضوعات مهم است و اتفاقا یکی از ستونهای کاری بسیار مهم به سفارت ما هست. در اون پلان کاری سه ساله که خدمت شما گفتم یکی از ستونهای بسیار مهم کاری ما در سفارت بحث تجارت و سرمایه‌گذاری است و خوشبختانه در این چند سال اخیر سه ترند یا روند همزمان در کابل و اتاوا در حال شکل است که ما رو به یک رویکرد مشترک رسانده. یکی ای که هم در اتاوا و هم در کابل بین همین سه کمپوننت تجارت، سرمایه گذاری و کمک های انکشافی اینا در تلاش بودن و ما هم در تلاش هستیم در کابل که سینرژی ایجاد کنیم، هماهنگی ایجاد بکنیم. یعنی به عنوان یک کشور کمک گیرنده در اجلاسات گذشته ما در شاید فعلی یک نگاه درازمدت‌تر به انکشاف داریم در افغانستان. به درو چوکات تجارت سرمایه‌گذاری یک بخش عمده است. این ترند در حال شکلی است در اتاوا و من فکر کنم که یک فرصت بسیار خوب است ما با استفاده عظیمی رازی بکنیم. به ارتباط ما سر ای اولین ترند بود. دومین ترند است که در هم در کانادا و هم در افغانستان یک دیدگاه مبتنی بر جندر به تجارت سرمایه‌گذاری ایجاد شده. در 2017 به کانادا ما شاهد تدوین پالیسی فمینیستی به کمک‌های انکشافی بودیم و در افغانستان هم از اون بعد به تأسیس حکومت موقت تا به حال مخصوصا در 5 سال اخیر ما یک نگاه ویژه به توانمندسازی اقتصادی بانوان و مخصوصا بانوان تجارت پیشه داریم. یعنی دومین ترند مشترک است بین افغانستان و کانادا و سومین ترند مشترک همزمان در حال شکل گیری است مسئله متنوع سازی تجارت است. هم دوستان کانادایی و هم ما به عنوان پالیسی سازای افغانستان در سال‌های اخیر یک تمرکز خاص سر متنوع‌سازی تجارت داشت. هم در بحث متنوع‌سازی کالاهای صادراتی و هم در بحث متنوع‌سازی بازارهای وارداتی، یعنی هم در بحث بازار و هم در بحث کالا ما کوشش کردیم که تجارت خود متنوع بسازیم. این سه ترند همزمان در اتاوا و کابل در افغانستان و کانادا با ما کمک می‌کنه یعنی یک فضای پالیسی مساعد ایجاد کرده و ما به عنوان یک ستونهای اصلی کاری در سفارت تر از یک توجه ویژه داریم. به ارتباط ما سر چند آیدیا کار کردیم. یکی که ما میخواییم با کانادا در سالهای آینده یک
موافقتنامه ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاری داشته باشه. یعنی Foreign Investment Protection and Promotion Agreement هست که کانادا فعلا با 40 کشور ایر امضا کرده، با 20 کشور دیگه در حال نگوشیشن است، از جمله با بعضی از همسایه‌های ما. شما یکی از پلان‌های کاری ما بخیر در همین دو سه سال آینده است که زمینه امضای یک موافقتنامه حمایت از سرمایه‌گذاری بین افغانستان و کانادا را فراهم بسازیم. دومین حوزه تمرکز ما در بحث تجارت و سرمایه‌گذاری بس صادرات افغانستان به کانادا است که این برمیگرده به سوال شما، مستقیم ارتباط میگیره سوال شما. ما در این ارتباط با چند سفارت بحث شروع کردیم، سفارت امارات، سفارت ترکیه و سفارت هند در اتاوا. ما میخواییم زمینه ایجاد چند کوریدور هوایی بین افغانستان و کانادا را مساعد کنیم و در این بحث تمرکز ما سر محصولات زراعتی قیمتی است، یعنی با ارزش، مثل زعفران، جلغوزه، سوالی که شما کردیم. و انشالله با تلاش مشترک ما همکارای دیگه ما امیدوار هستیم که در ظرف 3 الی 6 ماه آینده شاید اولین محموله آزمایشی جلغوزه از افغانستان به کانادا از طریق کوریدور هوایی باشه، یا از طریق ترکیه، یا از طریق امارات، یا از طریق هند. بخیر. سمومین حوزه تمرکز ما در بحث تجارت و سرمایه گذاری بحث بانوان تجارت بیش است. ما خوشبختانه در این چند سال اخیر شاید دستاوردهای بسیار خوب در بحث تقویت تجارت پیشگی یا کارآفرینی بین بانوان بودیم که نمادش به فکر کنم ایجاد اتاق تجارت خانم هاست. به ارتباط ما سر چند آیدیا کار کردیم، یک برین استورمینگ هم انجام دادیم، یک ارزیابی اولیه هم انجام دادیم، هم در کابل و هم در اتاوا. اولین آیدیایی است که ما می‌خوایم زمینه ایجاد یک ترید شو دائمی در کانادا رو برای بانوان افغان، بانوان تجارت میشه خیلی ایجاد بکنیم. دوم، ما می‌خوایم زمینه ایجاد یک اتاق مشترک تجارت صنایع بین بانوان تجارت میشه افغان و کانادایی رو ایجاد بکنیم. بخیر. سومین ایده بحث سرمایه‌گذاری است. ما می‌خوایم زمینه جلب سرمایه‌گذاری کانادا در بعضی از پروژه‌های زیربنایی مرتبط با بانوان فراهم بکنیم، از جمله ایجاد یک پارک صنعتی مخصوص خانم هاست و همچنین بحث ایجاد یک پوانتون مخصوص تجاری، یعنی یک بزنس اسکول مخصوص خانم ها. و در این چارچوب ما سر چارچوب های همکاری سه جانبه کار میکنیم، یعنی میخواییم که کانادا رو به اضافه یک از کشورهای در حال انکشاف و صاحب تجربه رو با خود داشته باشه. مثلا به ارتباط پارک صنعتی مخصوص خانم ها، هند تجربه بسیار خوب داره. در هیدرآباد یک پارک صنعتی بسیار خوب شروع کردن. ما می‌خوایم با استفاده از سرمایه‌گذاری کانادا و حمایت کانادا در دراز مدت زمینه ریپلیکیشن، یعنی زمینه استفاده از می تجربه هند در افغانستان بخیر فراهم بسازیم. یا مثلا اندونزیا در بحث آموزش‌های حقوق بشری زیاد تجربه خوب داره. قزاقستان و ازبکستان در بحث ارائه اسکالرشیپ‌ها یا بورسیه‌های مخصوص خانم‌ها بسیار تجربه خوب دارن. سر این چیزای سه جانبه با همزمان کار شروع کردن. در بحث سیاست خارجی من فکر کنم موضوع بسیار پیچیده است. من فکر کنم چند نماد میتونه ما به ما کمک بکنه که ما محک بزنیم، ارزیابی کنیم سیاست خارجی خود. یکی میزان اجماع موجود در حمایت از افغانستان است. ما هر دو سال یک کنفرانس بین‌المللی در حمایت از افغانستان داریم که آخرینش در ژنو بود در سال 2008. نفس حضور دوستای بین‌المللی، میزان تعهدشان و سند نهایی هر کنفرانس خودش یکی از ابزارهای ارزیابی قوت و ضعف سیاست خارجی ماست که خوشبختانه فکر کنم که دوستان من اوتکام داکیومنت کنفرانس ژنو دیدن که در او تعهد دو جانبه افغانستان و جامعه جهانی بسیار به شکل متبارز ارائه شده. و دوم پروسه صلح است. پروسه صلح هم فکر کنم که یکی از معیارهایی است که ما رو میتونه به ارزیابی سیاست خارجی کمک بکنه. در بحث پروسه صلح خوشبختانه به دو سال اخیر بر اساس تلاش‌هایی که ما داشتیم در حکومت افغانستان یک اجماع منطقه‌ای بین‌المللی ایجاد شده در حمایت از پروسه صلح. سر اصول توافق است، به این معنی که هیچ کشور منطقه‌ای یا هیچ همکار بین‌المللی سر اصول با ما اختلاف نظر ندارند. اول بحث پذیرش قانون اساسی یا تداوم قانون اساسی. هیچ نوع سازشی روی قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی صورت نخواهد گرفت، یکی از پرینسیپ‌های اصلی ماست. تعدیلات در قانون اساسی قابل پذیریش است و هم در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده که با اساس همو مواد مرتبط تعدیلات صورت می‌گیره. دوم، حمایت از نهادهای ملی. تنها خود ما افغانان، دوستای بین‌المللی ما از جمله
دوستای کانادایی ما قربانی دادن به ارتباط ایجاد این آتا از جمله پلیس ملی و اردوی ملی و هر نوع تلاش برای صدمه زدن به این آتا یا انحلال این آتا در هر چارچوبی در آینده یک نوع بی‌احترامی است به قربانی هایی که ما مشترکاً با دوستای بین المللی داریم و این در این اتفاق نظر وجود داره بین ما و جامعه جهانی و سوم بحث قطع ارتباط طالبا با شبکه های تروریستی بین المللی است. ما متأسفانه به این اواخر شاهدی بودیم که بعضی از فرمانده ها و قماندان طالبا به داعش پیوستن در اوج مذاکرات صلح و یا یکی در همین گزارش های اخیر حتما شما خواندین که شواهدی وجود داره که هنوز طالبا ارتباط خود با القاعده قطع نکردن به شکلی که لازم است. به این سه اصل من فکر کنم که یک اجماع منطقه‌ای و جهانی وجود داره، هیچ اختلاف نظر بین ما و جامعه جهانی وجود نداره و یکی از قوت‌های یا دستاورد سیاست خارجی ما در این 5 سال اخیر است. اما در نوع اجرای اجندای صلح تفاوت نظر وجود داره. در این فکر کنم یک چیز بسیار نرمال است در دیگه در تجارب سایر کشور هم این چیز اتفاق افتاده و تلاش ما و پیام ما و هم رویکرد ما ایست که به خاطر که در او بحث هم دیدگاه مشترک ایجاد بشه باید تمام تلاش های مرتبط با پروسه صلح تحت یک چتر واحد تحت رهبری و مالکیت خود حکومت افغانستان به پیش بره. به خاطر اینکه بحث انتخاب نیست، بحث مکلفیت است. یعنی حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت منتخب بر اساس قانون اساسی مکلفیت داره که مسائل مرتبط با صلح و جنگ رهبری بکنه. این بحث این نیست که حکومت افغانستان این چویس داشته باشه یا یکی از گزینه باشه. من فکر کنم در این هم یک اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داره، اما سر این که مثلا گفتگوها به چه شکل شروع بشه، در کجا شروع بشه، با کدام شرایط، مثلا شرایط مذاکره، البته شرایط خود موافقتنامه صلح خدمتتون گفتم در او که هیچ سازش صورت نمیگیره، در این چیزا اختلاف نظر وجود داره و دوستان هم که شما یاد کردین، من فکر کنم کل بزرگورایی که در افغانستان بودن به 18 سال زامای افغانستان و فکر کنم همه همین تشویش و دغدغه رو دارن که و همین تلاش دارن مشترکاً که از این فضای به وجود اومده استفاده از دکسری صورت بگیره و بخیر ما در ظرف همین ماها و همین چند سال آینده شاید تامین صلح دائمی در افغانستان باشه و تمام ما هم فکر کنم تمام بزرگا و راهنما و تلاش‌های داخلی و تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم کلش در همین جهت است. اما تفاوت در من فکر کنم روی کرد میکانیزم‌های اجرایی یک چیز بسیار من فکر کنم نرمال است. من همونطور گفتم در تجربه سایر کشوران اتفاق افتاده. اما من شخصا همونطور گفتم خدمت شما من شخصا خوشبین هستم با بخیر آمدن حکومت نو در افغانستان در ظرف هفته آینده ان شاء الله ما با یک مندیت قوی‌تر بخیر پروسه صلح پیش می‌بریم و اجماع جهانی و اجماع منطقه‌ای هم وجود داره و یک آخرین صحبت که می خدمت شما می خواهیم بکنم ایست که همونطور که رئیس جمهور هم چند بار تاکید کردم مراد از پروسه صلح امضای یک کاغذ نیست. کل تجارب نشان داده که اگه با خود محدود بسازیم به امضای یک کاغذ او هیچ وقت یک صلح پایدار نخواهد بود. پروسه صلح یک پروسه پیچیده است. همونطور گفتم اجماع ملی می خواهد، اجماع منطقه، اجماع بین المللی و در کنار پروسه بعد از صلح بسیار مهم است، یعنی دوره بعد از صلح و تمرکز ما در این 2 سال اخیر هم روی دوره بعد از صلح بوده، یعنی مقتضیات و الزامات و نیازهای اجتماعی و اقتصادی پس از صلح، اینکه چطور ما مثلا ملیشای سابق یا اینکه جنگجویان سابق ما اینا رو مجددا مدغم بسازیم در جامعه افغانی، مجددا برشان فرصت‌های شغلی فراهم بکنیم و چطور ما سطح درآمدزایی در افغانستان بالا ببریم که بتونیم افورد بکنیم این فرصه کلان انتگریشنه. اینا بخش از من فکر کنم الزامات تامین صلح در افغانستان است که به شدت در این 2 سال اخیر رویش کار جریان داشته و آخرین سند که ما تهیه کردیم به نام سند تسریع خودکفایی است که به آخرین جلسه JCMB در افغانستان در کابل ما ارائه دادیم و مراد هم همین است که ما رو کمک میکنه که سر سکتورهای تمرکز بکنیم که ما رو به اشتغال زایی، درآمد زایی، افزایش تجارت، افزایش صادرات کمک میکنه. و فردا همونطور که دوستان مطلع هستن در خود پوانتون بریتیش کلمبیا در فاکولته امور جهانی و مطالعات پالیسی با همکاری جناب فقیری سبک از همکارهای بسیار خوب و سابقه دار ما هستن
یک برنامه تنظیم شده با محوریت موضوع افغانستان. بسیار خوش میشم که در اون جمع تشریف بیارین. مطمئنن با جزئیات بیشتر موضوعات مرتبط با افغانستان رو انشاءالله اونجا بحث میکنیم. بازم یک جان تشکر از اینکه لطف کردین در عصر یک شنبه تشریف آوردین. بازم نشان از تعهدتان است، از احساس تعلقتان به افغانستان. من یک بار دیگه از جناب رحیمی صاحب و سایر دوستا از وحدت سید تشکر میکنم که این زمینه رو فراهم کردن. خواهش میکنم. من همونطور که گفتم این آخرین فرصت نخواهد بود. انشاءالله امیدوار هستم که میزبان شما در اتاوا باشیم و باز فرصت ایجاد بشه بخیر بیاییم به ونکوور. تشکر میکنم. بسیار آموزنده بود. من یک بار دیگه از صحبت‌های شما بسیار مستفید شده ایم، آموزنده بود و معلومات بسیار خوب بود که را کردین. هزار سپاس و قدردانی میکنم و تشکر از اینکه با مصروفیتی که دارین تانستین که با افغانان دیدار بکنین. یکی که در قبال افغان ریترن کوالیفای از کانادا به افغانستان در آینده شما کدام پلان دارین و یا خیر؟ سابق دفتر ملل متحد از اروپا و ممالک آسیایی داشتند. چون اینجا اکثر دوستای ما متخصصین داریم، دوستای داریم که اونا علاقمند است دوباره برن به وطن خدمت بکنن. موضوع دوم مسئله صلح است. در ارتباط صلح با طالبان اکثر دوستا و مهاجرین اینجا به ارتباط پناهندگی سیاسی اینجا حضور دارن، تشریف آوردن. در او قبال هیچ نقش از مهاجرین ما نداشته و حضور از اینا نبوده در کنفرانس های بین المللی، بخصوص نشست مسکو، نشست چین و قطر و بعض جایه دیگه. آیا در آینده کدام پلان روی دست داریم که بتانن به از هر ایالات یا از هر ولایت کانادا هم یک نماینده به اشتراک از اونا هماهنگی صورت بگیره تا دیگه هموطنان آگاه شون از این مسائل؟ مسئله سومی است که موضوع سکیوریتی افغانستان. بعضی از دوستایی که میرن دوباره به کشور برمیگردن هنوز هم از نگاه سیفتی محفوظ نیستن. در این قبال چیز زمینه همکاری با وزارت داخله در تماس است، در جریان است و یا نیست؟ چرا ما سال گذشته که خودم آگاه هستم یک مشکلی که داشتیم رفتیم اصلا وزارت داخله در این قبال هیچ نوع همکاری نداشته با مهاجرین و تا حالا مردم مطمئن نیست، نمیتونن با دل جمع سفرهای داشته باشن به کشور. در این زمین هم میخواییم توجه شما را. تشکر، موفق باشید. ببخشید، من یک سوال داشتم که چرا از تمام مملکت های دنیا باعث ننی و نرس قبول میشه در کانادا، تنها از افغانستان قبول نمیشه؟ پروژه کارگرای موقت است که چرا تشکر. اما برتباط کنم برتباط پرسی سول صحبت کردیم. بله. اما برتباط مشوره با هموطنهای مقیم خارج از کشور میفکرم در چند مقطع در این چند سال گذشته این کار صورت گرفته و از طریق سفارتخانه ها میفکرم یک تعداد از بزرگوارا میفکرم طرف مشوره سفارتخانه و جناب سرگره ما بودن. مطمئنن با شما بزرگوارا هم این کار صورت گرفته و در مقاطع بعدی هم مطمئنن این کار صورت میگیره. انشاءالله با اون مکانیزم مشخص با مشوره خود شما بزرگوارا. در بحث بازگشت به افغانستان برای متخصصین ما، من اونطور که شما گفتم یک از ستونهای اصلی کاری ما بحث دایاسپورای ماست، هموطنان مقیم در کانادا. من بسیار خوش هستم و من فکر کنم این نشست امروزی ما یک نماد بسیار خوب از تنوع تخصص و تجربه است که من بسیار خوش شدم. باعث افتخار است بیشتر که دوستان معرفی شدن. خودم این نفس همی صرف همی من فکر کنم جمع موجود در اینجا گویای همی حقیقت است چقدر ما صاحب تجربه و تخصص و ظرفیت داریم. یک از برنامه ما همی است که ما میخواییم یک شبکه سراسری دایاسپورای افغانستان در کانادا جور بکنیم با استفاده از تجربه سایر کشورها مثل هندوستان، فیلیپین، مثلا بنگلادش، کشورهایی که موفق بودن. و هدف اصلی ما همین است که ما اینا را در نهایت بزرگوارا و همین ظرفیت موجود را کنکت بکنیم برای سکتورهایی که نیاز است در افغانستان. به این ارتباط مطمئناً من فکر کنم همکاری شما بسیار مهم است. همکاری انجمن شما و همچنین انجمنهای دیگه که در جاهای دیگه کانادا وجود دارد، در حوزه تورنتو یا اتاوا،
و دومین مکانیزمی که سرش کار میکنه که مکمل است، ما میخوایم که یک گروه دوستان افغانستان رو جا بکنیم و این شامل تمام دوستای کانادایی است که قبلا یا به حیث دیپلمات یا به حیث افسر نظامی و یا به حیث کارمند اینجا ها یا متخصص اینجا در افغانستان به 18 سال کار کردن. و هدف ما است که ما در تمام این ستون‌های کاری که خدمت شما گفتم، از تجارت و سرمایه‌گذاری گرفته تا دیپلماسی فرهنگی، همکاری امنیتی، همکاری کشافی، ما زمینه پیام رسانی مشترک رو فراهم کنیم. یعنی جوینت مسیجینگ که میگن بسیار مهم است در شرایط فعلی افغانستان برای اصلاح مسپرسپشن‌های که هست، کلیشه‌هایی که به ارتباط افغانستان وجود داره. و این دو مکانیزم فکر کنم مکمل همدیگر است و در این مطمئناً مشوره و همکاری شما نیاز است. به ارتباط سوال آخری که شما گفتین، من فکر کنم که به قانون مربوطه در کانادا یک دو سال است تغییر کرده. یعنی فعلا حتی شما یک فیلیپینی هم نمیتونید از بیرون بیاید. اوسف فکر کنم در یک استثناءات وجود داره، در تحت شرایط بسیار خاص میتونید. تنها بحث افغانای ما نیست. ما همراه بعض متخصصین مشوره کردیم، صرف بحث نانی یا کارگرای خدماتی نیست، بحث اسکالرشیپ هم هست، بورسیه ها. ما میخواییم که امروز زمینه ای رو فراهم کنیم که نه به تناسب که مثلا کشورهای مثل هند یا ایران یا بعض کشورهای دیگه است، چون خب امروز ظرفیت یا کیفیت نهادهای تحصیلات عالی در کشورها بالاتر است، اسکوره که یا مسئولین دارن بالاتر است. اما در امون میان مدت تا دراز مدت ما هدف ما همیست که امون زمینه جلب بورسی های بیشتر به خیر فراهم کنیم. بحث امنیت من فکر کنم یک چالش مشترک است. ما همیشه در این 18 سال گفتیم که امنیت نباید بهانه عدم حضور باشه. امنیت یکی از چالش های اجرایی است، یعنی در کنار دیگه چالش هایی که امکان داره در افغانستان وجود داشته باشه، یک چالش و یک مشکل اجرایی به ارتباط اجرای پروژه ها، پیگیری مسائل، امنیت است. و فکر کنم که ما در این سالهای اخیر شاهد حضور متخصصین، هنرمندا اینا در افغانستان زیاد بودیم. خانم جمالزاده من فکر کنم در چندین دوره در افغانستان حضور داشتن، کمک کردن به رشد هنر فرهنگ در افغانستان. دیگه بزرگوارایی که ما آشنایی داریم با اونا، رئیس متخصص در وزارت صحت عامه مثلا، در وزارت شهرسازی، در وزارت فائد عامه، حتی در وزارت خارجه ما در مقاطع مشاور افغان داشتیم بسیار با ظرفیت و متخصص که در بخش‌های مختلف وزارت خارجه ما را کمک کردن. این زمینه هست، اما امنیت و نظام هست، یک مشکل هست. مطمئناً در سال‌های آینده من فکر کنم شاید بهتر شدن وضعیت امنیتی خواهیم بود و این برمیگردم به بس پروسه صلح. من خود به شخصا امیدوار هستم که تا این ماه‌های آینده ان شاء الله، یعنی شروع از 2020 تا 2025 و در نهایت تا 2030، یعنی دهه آینده، مطمئناً یک دهه باثبات‌تر، مرفه‌تر و امن‌تر برای افغانستان خواهد بود. تشکر. خاطر سے بسر زاد تشکر. ما تشکر میکنم از اتحادیه افغان، از جناب راتب صاحب و از همکارایی که با صدای نالبه ای گفتن امروز آمدند و کل ما از حضور سفیر صاحب در اینجا فیض بردیم و خوشحال شدیم. و بسیار زیاد تشکر و ممنون بابت او لوح تقدیری که بر ما دادین. جدی من خبر نداشتم، اگه خبر می‌داشتم بعد من نکتایی را پیش از پیش زدن نمیدن بازی که را گرفتم نکتایی مزیرم کشیدم متوجه شدم. ولی به هر صورت خیلی ممنون، بسیار زیاد تشکر محبت کردین. من کارمند دولت افغانستان هستم و معیار کار من بیرق افغانستان و مردم افغانستان است. من به مردم هم کار میکنم و هدفم مردم هم وطن هم است و وطن هم دوزارم هم مردم هم. فیلم برداری و عکاسی کاروان، استدیوی عکاسی و فیلم برداری کاروان، خدمات عرفه‌ای فیلم برداری و عکس برداری را به صورت آنالوگ و دیجیتال منطبق با سیستم های پیشرفته دنیا با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه می نماید. عکس و فیلم عروسی مهمترین خاطرات هست که از مراسم عروسی شما به جا می ماند. اما برای این لحظات پرخاطره تصویربردار می تواند خاطرات شما را در ذهنتان نگه دارد. هرگاه فراموش کردید و یا رنجیده خاطر شدید، با تماشای عکس ها
و فیلم عروسیتان انرژی دوباره بگیرید. انتخاب عکاس و فیلم بردار حرفه‌ای مراسم که قرار است لحظات زیبای شما را ثبت کند، یک از مهمترین کارهای برگزاری مراسم عروسی شماست. شما می توانید این کار اساس را به ما بسپارید تا در شب عروسی و محافل خوشی خود ثبت هیچ لحظه مهم را از دست ندهید. برای معلومات بیشتر به شماره 604-710-6662 با حبیب حبیبزاده در تماس شوید. کاروان استودیو، انتخاب منتون.